درود بر فارسی زبانان سراسر دنیا دوستان امروز یه ماجرای عجیبی برام اتفاق افتاد برای اولین بار با یه دزد واقعی طرف شدن حالا این دزد واقعی کیه یه عزیزی از ایران دو سال پیش تشریف آوردن امریکا و ایشون زیاد اطلاعات نمیخوام بدم ممکنه بعضیا بشناسنش الان دو سال امریکا هستن و به قول خودش گفت تموم مخارج دوران تحصیلم و از دزدی به دست آوردم و یه مرامنامه ای هم داشته در این کارش و مثلا اوایل که شروع میکنه به دزدی کردن مال سقیر نمیدونم تازه عروس داماد نمیدونم این چیزها رو دزدی نمیکرده فقط از پولها رو دزدی میکرده و دوزی اول اوایلش او... او... ضبط ماشین و این چیزا بوده و هرچی میتونسته و توی همسایه ها اگه مثلا کسی وضعش خوب بوده یا همسایه های فامیلاش میرفته خونه فامیلا رسد میکرده و اونه کی وضعش خوبه و پیرانه دوزی با خودش و یکی دو سه نفر دیگه هم داشته و اتفاقی که میفته از یه زمانی به بعد میگه که بالاخره این مال مردم دارم میدوزن چرا از مردم بدوزن باید برم از سرشاخه ب... از سرچشمه بدوزن و حالا میدونم رو در تنز میگم خودش هم در واقع همینطور میگفت هم دارم از سریعتر میگم هم جزیات کمتری بهتون اطلاع میدم این دوست عزیز یه جایی میرسه که تصمیم میگیره که خب از اه سیستم بدوزه از حکومت بدوزه و حالا یکی دو تا مرکز که حالا کاری ندارم اون جاها که رفته چیکار کرده اینا حالا اطلاعات شخصی این بنده خدا ممکنه براش درد سر باشه و کسایی که براش کمک کردن ولی یه دوزیه روتینه ایش سیمای برق بوده <تص> میگفت ما را می افتادیم با دوستان یه اکیپی داشتیم یه ماشین شاسی بلندی داشتم هم شاسی بلند داشتن و این ماشین هم از پول دوزیده خریده بوده و این بند خدا کابل های سیم برخ سیم بخ سیم مسی رو می دوزیده و حتی یه کوره اجاره میکنن خودشون این مسا رو آب میکردن و به صورت شمش در می آوردن می توی آهنهای نافدونی مانند و راحت میتونسته بره بفروشتشون ولی خیلی آدم با واقعا و این بند خدا چون حالا از بچگی پدر نداشته به سری مشکلات دیگه در خانوادهش بوده به این راه کشیده میشه ولی خیلی خوشحالم برایشه تونست تونسته درس بخونه و خودش رو برسونه امریکا و نکته خیلی جالب تر این که از کسایی که قبلا دزدی کرده بوده بعد متوجه شده که آقا اشتباه کرده در مورد این شخص این طرف زیاد وضع آنشانانی نداشته یا مثلا اون موقع وضعش خوب بوده بعد بر شکست شده مشکل دار شده این هفته مثل رابین هود بهشون کمک کرده و میگم الان خیلی به چیه خوبی دارم و اون جمله ای هست که میگن خدا صد ترول ایوبه اینا هیچ وقت آورش نبرده هیچ جا دستگیر نشده و حتی بعدش هفته به کسایی که ازشون دزدی کرده کمک کرده و اونا نمیدونستن که این قبلا مالشون رو برده به این نیت که چه آدم مهربونی چه انسان خوب و خیری که داره کمک میکنه و داشتم فقط به این فکر میکردم تو بین صحبت های این شخص عزیز نازنین دوست یه دوست جدید که اگر این توی سیستم خوب بزرگ میشد چه اتفاقی برش میفتاد غیر از این که الان دو ساله تو این امریکاست و یه جاهایی رسیده تونسته خود زندگی خودش رو بسازه تونسته حالا یه کارهایی بکنه توی همون مملکت یه خیریه هایی را بندازه و کمک کنه به دیگران اگه این واقعا از روز اول توی سیستم خیلی خوب و حالا خیلی هم خوب نه یه سیستمی که سران حکومت دوز نباشن اینقدر فقیر و تا, تا کمر دولا تو سطح اشخال ما نداشته باشیم و یه سیستم تقریبا عادلانه داشته باشه این چقدر روش میتونست بکنه و واقعا میتونست حالا بیل گیس نه در حد استیو جابز این بنده خدا هم کارآفرینه هم ذهنیت خلاقی داره و واقعا از نحوه دزدیاش که اینکه چطوری حالا کابلای برق رو میدزدیده مثلا حتی تعریف هم گفت من یه جا رسیدم به یه محبته یا یه حالا شهرستان چیزی که میشد کلی کابلای مخابرات رو بدوزیم ولی کابلای مخابرات چون سیمای افشون داره پلاستیکی اینا گفت دوستم گفتش که آره این کابلای برق و مثلا مشکل اینا رو بدوزیم گفتم نه اینا تلفن مردمه اینا هزینهش خیلی بیشتر از اون چیزی میشه که ما میخوایم مثلش رو بعدیم حالا اون کابل مثل رو میدوزیم فرداش دوباره داره برق میاد سیم کشی میکنه ولی این کابل تلفن رو بخوام بدوزیم شاید مردم تو درد سر بیفتن خلاصه من تو عمرم شنده <applause> بودم یه جاهایی مثلا دوزده با مرام بوده و یه نکته تعریف میکرد گفتش که بحث نون و نمک مطرح شد که این آقا میره یه جایی و واسه یه شهرک سنتی بوده که میخواستن پلن بچینن کابلای اونجا رو بزنن و وقتی گرفتم اونجا صحبت کنم به بخونه اینکه که کار میخوام پیدا کنم رفتم با کار اونجا صحبت کردم دم صاحب کاره میگه که آره من این برق جا دیزل جنراتور داشتم ده سال پیش خودم با هزینه خودم تیرای برق و کوبیدم مثلا هفت و شیشت تیر خودم کوبیدم اومدم و برق کشیدم که راحت باشم بتونم کارگرا رو بذارم سر کار و مشکلات دیزل جنراتور رو نداشته باشم و این بنده خدا حرمت نون نمک نگه داره و کابلای این شخص رو نمیدوزه سیمای برق این کارگار رو نمیدوزه که این کارگاه بتونه کار کنه و من گفت خیلی دقت میکردم توی این که بدونم دارم از دولت میدوزم یا از مردم این هم یک چی میگنم یه نوع ذهنیتیه که دست پرورده همین جمهوری اسلامی سن ایشون هم متولد هفتاد به بعده و دقیقا توی این سیستم بزرگ شده و به این فناوری و به این خلاقیت و به این چیز هم رسیده خب باشد که راستگاه, راستگاه شویم این برای خودم جالب بود دوستشم با شما به اشتراک بذارم لایک کنید سابسکرایب کنید اگر از این ویدیو خوشتون میاد تا یه ویدیو دیگه در پناه هم شاد و پیروز و سربلند باشین به امید روزی که تو ایران دوز اون سران دوز نباشن که مردم عادی نخوان از هم دیگه دوزی کنن و اون مسئله معروف که میگن پیش نماز که قوز کنه پس نماز چل کنه و این داستان همیشه هست در اون پیش نماز اعظم که خودش و بیتش اصطلاحی همین بچه بچا در مورد بیت شوفی آدم رفته خلاصه اون بیت فساد اگه نباشه مردم زندگی راحت تری دارن تر شاد پیروز و سربلند باشی